من خاطرم هست که سنوات گذشته یکی از آمارهایی که مسئولان سازمان بورس میدادن بحث تنوع حضور شرکت هایی هستش که در بازار سرمایه داره و یکی از المان ها و آمارهایی که میدادن گفتن یکی از متنوع ترین بازارهای سرمایه منطقه خاورمیانه. به هر حال حضور انواع مختلف شرکت ها با موضوعات فعالیت مختلف باعث گسترده شدن سفره بازار سرمایه خواهد شد. ما به هیچ عنوان من ایرادی که در حالا 3-4 سال اخیر در بازار سرمایه میبینم که میزان ورود شرکت ها به بازار سرمایه ما کاهش چشمگیری مثل گذشته داشته و به حال IPO کردن شرکت ها به عنوان خون جدیدی است که بر پیکره بازار سرمایه تزریق میشه. خب هر چقدر این خون کمتر بشه توان اداره این بدن و این پیکره کمتر و کمتر خواهد شد. ما باید IPO ها رو تقویت کنیم. حضور شرکت های دولتی به هر حال نکنه این بحث حضور شرکت های دولتی در بازار سرمایه ثمرات بسیار زیادی چه در بعد ملی چه در بعد اقتصادی چه در بعد بازار سرمایه خواهد داشت. اتفاق من شما رو یه فیدبک میدم به بحث استقلال و پرسپولیس. خب 6 ماه گذشته که ورود سرخ‌آبی ها به بازار سرمایه بود مخالفت ها و ابهامات و ناراحتی های زیادی از سوی فعالان بازار سرمایه بلند بود که حضور این دو باشگاه باعث میشه نزد بازار سرمایه ما به هم بریزه و عرصه بازار سرمایه بشه نوردگاه و آوردگاه سهامداران دو آتیشه این دو هواداران دو آتیشه این باشگاه و اون نظم ما بازار سرمایه ما رو به هم بریزه. عملا داریم میبینیم که اینطور نشد و در عمل همین رفتاری که سایر سهامدارا در مورد شرکت‌های مختلف دارن در مورد سهام باشگاهی که انتخاب کردن هم دارن، گاهی واسط خرید، گاهی واسط فروش و گاهی اوقات هم روون داره معامله میشه و اون تعصبات هواداری در بازار سرمایه ما حضور پیدا نکرده، در حالی که پیش بینی ها این بود که نه این تعصبات باعث میشه نظم به هم بخوره. نکته دیگه مهمی که سطح شفافیتی که در این بنگاه های دولتی اتفاق افتاده قابل مقایسه با قبل نیست. الان شما شاهده هستید که باشگاه ها ریز قراردادها، جزئیات قراردادها، ریسک قراردادها و همه آنچه که بازار سرمایه میطلبد از یک شرکت که باشگاه سرمایه گذاری کنه داره منتشر میشه و قبلا اتفاق نیفتاد. همین مسیر در مورد سایر شرکت های دولتی خواهد اتفاق باید بیفته. به هر حال بخش بزرگی از اقتصاد کشور دولتی است. شاید این مسئله الان بیان بشه که چه اشکالی دارد که شرکت ملی نفت ایران همچون آرامکو در بازار سرمایه عربستان عرضه شد، همچون شرکت ملی نفت ایران عرضه بشه و بخش از سهامش متعلق به مردم بشه. الان این مسئله واقعا جای تردید داره، همه میترسن. اتفاقات بزرگی در خصوص سازی شرکت های دولتی اتفاق افتاده که از این افتخارات بزرگ بحث شستاب همیشه در ذهن اهالی اقتصادی کشور این بود که شستا یک بنگاه غیر شفافی است که حیات فلوت برخی از دولت مردان و سایر حالا افراد خاص شده. امروز شاهد هستیم که شستا به عنوان که بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور شفاف در بازار سرمایه هست، صورت های مالی شفافی داره و دارن قضاوت میشه از سوی سهامداران. من فکر این مسئله رو باید دوستان در بازار در سازمان بورس در نظر بگیرن که مسئله حضور شرکت‌های بازار دولتی در بازار سرمایه و همچنین سایر شرکت‌ها در بازار سرمایه باعث میشه که ما سفره بازار سرمایه اونو گسترده‌تر کنیم. اگر ما بتوانیم 2/3 شرکت‌هایی که در کشور ما فعالیت می‌کنن در بازار سرمایه داشته باشیم، قطعاً وزن رئیس سازمان بورس خیلی به مراتب بیشتر در دولت خواهد بود، چرا که رئیس سازمان بورس میشه متولی 2/3 اقتصاد کشور. در حال حاضر ما واقعا نسبت به بنگاه‌هایی که در کشور دارن فعالیت میکنن تعدادی عرض میکنم خیلی کم و اندک هستیم. ما باید سفره خودمون رو بزرگتر کنیم چون این افزایش سفره قطعاً در آینده به نفع ما خواهد بود و ما میتونیم از این سفره که گسترده شده انتفاع بیشتری ببریم.